کارشون برو که کارشون برین دیگه چه میخوادی از این کارت برداری؟ این خلو چهل بار زیاد دیگه بازم از این حرفا زدی خب داشتم سان میدیدم دیگه برون سیگرت داری برون اتوان بیگی لطفا بیا اصلا پاکت سمار خواهد پاکیش؟ لطفا صحبش کن قربان چی تو دستمالت میه؟ مزیه میبرم خونه بله بخم یه معمولی قربان چه معمولیتی؟ دیوار که در همون مرگانی هم که باشه میرم بری محله بهبونی دم خونه آج رئیس قادر اونجا سوا میسی اومد بیرون ورش میداری میریش خونه همین الان برم قادر جلدی بردارم بیارم بشارم بیا خون الان برم از شد چی اومد بس میریم یاریم فرما تو یه گلوی تازه کن چرا؟ چرا تو در وایسیدی؟ آخه زودی بس برم بابا از اینجا رد میشنم گفتم یه سلامی بکنم انشالله که همیشه سلامت باشی یه خورده گندم ناقابله بابا سر نماز مغرب دعا کن زودتر زینبم خوب بشه دستت درد نکنه مگه زینب چه خیرشه؟ دور از جونت مریض حاله ایشالا که بلا دوره التماس دو شیر یا خب شیر اومد شیر یا خط یا خط یا شیر بازم شیر اومد بابا ما که کاری نکرم اومنش سلام حسین قربان قادر خان بفرمی تا بریم بفرمی بریم بابا رفتیم خدافز رفته ها پشمونه ها خوش مدیم بفرمی تا بریم بریم کجا خونه عسکریه بگو ببینم زینب طوری شد عسکر پاکشه بنده داشتم لشکر رو سامی دیدم عسکر به من سیگرت داد گفت بیام در خونه حاجی ما دیدیم شیر خط اومد یعنی شیر انداختیم خط اومد خط انداختیم یعنی شیر اومد گفت برو قادر بعد بیا ما اومدیم شما رو بر بفرمی بفرمی بنده جلو شما هستم بفرمی همینطور بیا بس همه دیگه بایدا هرگلون پایین نمیره یه قاشق دیگم بخور و دیگه تمومه باقیشم باشه واسه شومت آخه مال امام حسین ثواب داره بخور بیا آخه من که پاکم نیست تو این تو دست پوچه شدی یه خود مریض حالم که اینم امرو فردا تمام میشه و سرپا میشم ببینم اینجا چی شده؟ چیه مگه؟ باز جر و مرافه کردی؟ با کی؟ کسی چیزی گفته؟ نه بابا خودم هم نفهمیدم چی شد یه بار که پریدم به قادر با کی؟ با قادر جرد شو؟ سلام قرمان سلام سلام قرمان سلام بلا دوره بلند نشو بلند نشو از مریض که آدم توقع نداره سرم گذاشتی ببینم از من کینه‌ای به دل نگرفتی
میدونم که چیزی به دل نگرفتی. خودت میدونی که من گاهی اختیار کفم میره، دست خودم نیست. لابد بازم مثل دفعه های پیش پشیمون شدی. اما خب کاریش نمیشه کرد، ما دیگه عادت حیف نیست که خدا زنی رو قد و قامت خوشگلی تو مریضش کنه. خدا سوخته یکی نادار راست تو ببر بیرون، تو دک و پوزه تو میلیار دادم فرمول هیچی نادار بی پدر مادر خود دیوونه چه قلط ها میکنه. بسته دیگه بکن، یه دفعه دیگه پاتو بذار اینجا، این قلم پاتو خود میکنم. حیا کن تو بس کرد. تو چجوری رو چود با اون این کار بکنی؟ حالا من به جهنم؟ با اون چرا؟ اونش دیگه به خودم مربوطه. همین و همین. آخه یه کمی فکر کن، از رو عقل این کاری رو بکن. بس که یادت رفته که حسین کی بود؟ هر کسی که بوده بوده، حالا کیه؟ یه لولو و مسخره بچه ها. تو راست میگی، دلغه که بچه ها، دلغه که بچه ها چیه؟ دلغه که مسخره همه بندر. مثل اینکه یادت رفته که اون هر کی داشت و نداشت رو ما گذاشت، تموم شد و رفت. حتی عقلشم حالا همه دلخوشیش به ما چند تاست و همه امیدشم به اون کشتیه که میخواد بیاد پیش. به اون وقتاش چی کار داری؟ همین حالش هم که همه میگن خلو دیوونه است، از هر عاقلی عاقل‌تره. اگه جونش هم بخوای وسط میده. اصلا حسین چی؟ مگه تو نمیخوای تو این بندر زندگی کنی؟ مگه میشه چش و چار مردم رو در بیاری؟ که چیه؟ به اسب آقا گفتن یابو؟ حالا ما به جهنم؟ مردم چی؟ مگه تو یکی هستی که زینب تو دوست داری و عاشق زنتی؟ ول میکنه یا نه؟ و چیز از مردم بی همه چیز دیدم که چون نمیخوام دیگه روی هیچ کس رو نبینم. یه دفعه راست حسینی بگو ما هم دیگه اینجا نیاییم. چرا به در میگی که دیوار گوش کنه؟ اگه میبینی که بعد از این همه بی‌حرمتی یا بازم میام اینجا، فقط به خاطر گذشته است. به خاطر اون همه چیزایی که از بچگی تا حالا با هم داشتیم. Thank you.
منتظر تو بودم. آخه فایده این زندگی چی؟ دیگه چی واسم مونده؟ حتی اول آبرویی هم که واسم مونده بود امروز از بین رفت. این حرفا چیه که میزنی؟ ما تمام دلخوشیمون توی این بندر به توه. عسکرم که عمدی تو کارش نیست. صوبی با منم از این بدتر کرد، اما خدا به سر شاهده اگه یه ذره ازش به دل گرفته باشم. من واسه کی دیوانه شدم؟ از خاطر این بندر کوفتی و آلاواشه یه وقت حالا باز بهم بگن دیوانه، اونم کی؟ عسکر. اما قادر، منم عین تو هیچی از عسکر به دل نگرفتم، هم خودشو هم زینبشو دوست دارم. حرف من این چیزا که تو میگی نیست. پس حرف تو چیه؟ اصلا تو چرا اینقدر به من بدگمونی؟ چرا اینجوری زندگیمونو سیاه میکنی؟ عسکر، منم آدمم، منم بشرم، از من مگه چی دیدی؟ چی کار کردم؟ مگه از روز اول تا حالا غیر دوست داشتن چیز دیگه نم بوده؟ بس کن، بس کن زینب، دیگه داری دیوونم میکنی. آخه مگه تو به عشق و محبت من شک داری؟ نه، من آخه جز تو کسی رو ندارم، تو امید منی، میترسم تو رو از من بگیرم، از این میترسم.
سلام عسکر، صحبت بخیر. سلام، عاقبتت بخیر سید. آب ماست کجا میبری؟ واسه خونه شما میبرم. یه خورده دیر شد. مگه یه حرفو چند دفعه باز زد؟ آخه مشکم سوراخ شده بود، بردم وصلش کنم. یه خورده دیر شد. حالا مگه چی شده اینجوری بازخواستم میکنی؟ بازخواست نمیکنم. اما این وقت سال این گلها رو از کجا گیر آوردی؟ ها؟ زحمت کشیدم تا پیدا کردم. برم میبرم واسه زینب. حاضر نکرده کلان ببری؟ حیف که با هم نون و نمک خوردیم. ایلا میدونستم با چی کار کنم. آخه کی تو گفته واسه زینب کلان ببری؟ ببین، دفعه اول آخرت باشه وقتی که من خونه نیستم آب ببری. حالا برو آبو بریز و برگرد. باشه. چطوره؟ خیلی من الله بهتره. راستی یادم رفت بهت بگم، حاج رسول رو دیدم، بهم گفتش که امسال تموم خرمای نخلستونتون و هرچی که حاج عبدالله بهتون میده من خرواری 10 تومن بیشتر میدم. راستش من جواب راست و درستی بهش ندادم، گفتم باز با شریکم در میون بذارم و خب بینم حواست با منه یا نه. دلم واسه زینب هم شور میزنه، میترسم یه بلا ملایی به سرش بیاد. من دارم به تو چی میگم، تو چی جوابمو میدی؟ میدونه قادر، نمیدونم چرا تازگی ها اینجوری شدم، همچین که پام از خونه میذارم بیرون حولورم میداره. ببین اسگر، مثل اینکه بازم میخوای شروع کنی. این حرفا چیه؟ این دیوونه بازی ها چیه که راه انداختی؟ الان موقع کار و اجاره نخلستونی که تو زده به کلت و هوایی شدی. آخه یه خوردم فکر زندگی تو محصولمون باش. چرا بی خودی فکرهای سطح و یغاز میکنی و داری خودتو بقیرم داغون میکنی؟ فکر میکنی که مردم حیوانن؟ آخه یه خوردم فکر کن ببین، من و تو چند وقته که با همیم؟ از بچگی گرفته که من و تو و زینب با هم همبازی بودیم و تو خاک و خلا با هم وول میخوردیم، تا بعدش هم که با هم یکی رو دوست داشتیم، من به خاطر تو پا رو دلم گذاشتم و خودم رو کنار کشیدم. این کار رو به خاطر کی کردم؟ به خاطر تو کردم، به خاطر تو. بس دیگه قادر، حوصله‌مو سر بردی. مش میخوای مولا بشید نصیحتم بکنی؟
اسکر؟ اسکر؟ ها؟ تا تو اینجایی من میرم و جلدی برمیگردم. الهی و امید تو بادل خان قروبی رو چشاشو وا کن، یه خورده اسفند زیر چشاش دود کنه، با امید خدا چشاش شفا پیدا میکنه. کل به خدا کن سایه سرکار کم نشه. برونش بادل خان، من هرچی که تو چنته داشتم واسهش مایه گذاشتم، خود وکیلی هم بیشتر از این سرم نمیشه. دیگه با خداست. میخواستم ازتون بپرسم تو مریض خونه دکتر شهری چی گفت؟ تو مریض خونه که به هوش اومد و چشاش رو با کرد، فهمید که چشاش جایی رو نمیبینه. دو سه تا دکترم معاینش کردن، همون قطره و قرصایی که بهت نشون دادن بهش دادن، گفتن دواها که تموم شد باز بیارینش. دکترها گفتن که عصب چشش پاره شده، فقط دعا مونده. یا مولا، سلام بابا. سلام سید، خسته نباشی. اجرت با امام حسین. عسکر شده چی میخوای بگم؟ همون جوری و کنج اتاق نشسته، زینب بیچارم همینطوری روبروش عشق میرسه. نمیدونم والا، قربون بزرگواریش برم، نمیدونم آخر عاقبت ما رو چجوری قلم زده. دست بگیر بابا. لا علی،
سیگار دود میکنی؟ مگه کار دیگه هم میتونم بکنم؟ از کرده اگه گفتی چی واسات آوردم؟ قرار نبود که چیزی واسم بیاری. بگو ببینم چی آوردی؟ بیا بگیرش. حالا دیگه میتونی باهاش بری این ور اون ور دیدی هم نمیتونی بهانه در بیاری و غم برک بسازی. رفیق تازه با مونس و سما بردی یه روزگار هیچ فکرشم نمیکردم که یه روزی احتیاجم به یه تیکه چوب خوش که بی زبون بیارده. آروم باش. من میرم تا همینجا دلدی برمیگردم. باشه زودی برگردی که دلم شور میفته. خدای زینب رو به تو سپردمش. ببینم تو میخوای تا آخر عمرت همینجوری یه گوشه بشینی و سیگار دود کنی؟ آخرش که چی؟ میخوای تا قیوم قیومت همینجوری عذاب بگیری؟ خودتو بخوری و هزار جور درد و مرض بگیری؟ همونم که اون زن تنها رو دق مرگش کنه. من اونقدی که واسه زینبم دم تو فکر خودش هستم، به چشم فکر نمی کنم. همش هی به خودم میگم نمیدونم آخرش چی میشه، چطور میشه. فکر چیزی رم نکن، قلنگو به قاعده. از فردا پاشو از خونه بیا بیرون، یه سر برو نخلصون، برو قهوه خونه، خلاصه هر جا که دلت میخواد. ای کاری داشتی یا کمکی خواستی با دل جون واسط میکنم. اسکر همین الان قول بده، قول بده راحت و آسوده بازنت زندگی کنی، منم نوکری تو بکنم. خب حالا بذار یه امتحانی هم از این رفیق جدیدمون بکنیم، ببینیم چند مرده حلاجیه. سر به اتاقم نزدم، برم یه خورده دستی به احساس و احساسی هم بکشم، گاسم دلم باشه. دیدی چه راحت اومدی بیرون تو مهتابی؟ به همین راحتی هم میتونی از خونه بیای بیرون و هر جا که دلت میخواد بری. خب اسکر من دارم میرم پیش حاج رسول، بهش چی بگم؟ محصولو بهش بریم یا نه؟ هر جور که خود سلام میدونی همون کارو بکن، من که حرفی ندارم. خب قربونت عسکر، مواظب خودت باش.
دل شکسته رو که تنها امیدش اون مرد برآورده کن یاد رخت مراد. یاد رخت مراد، یاد رخت مراد کشای مردم رو شفا بده. روزی نشه زندگیمون از اینجا از زیادتر بشه. ای خدا خودت از در رو نجاتش بده. حالا تو بهم بگو چی کار باید بکنم. از زینبم چجوری نگهداری کنم و اونو از چشم نامحرم بپوشونم؟ بگو، من که عقلم به جایی نمیرسه. تو بگو چی کار کنم. حالا دیگه اگه تو رومم یه نامردی با چشم بد با نگاه کنه، من که نمیبینم. بگو من با چی کار کنم. تو بگو دیگه، صدا در بیاد، یه حرفی بزن، یه چیزی بگو، بگو من چیکار کنم؟ اگرم میدونی راهی نیست، بکشم و راحتم کن. هویتی که مون نرم بودی، اما حالا باز یه تیک چوب بیقابلیت منو یه مرون بر ببره. یه روزی هر جا که میرفتم تو هم دنبالم بودی و تو هم مثل من خونه نشین شدی و به دیوار آویزونت کردن. همینجور که من زجر میکشم و مجبورم که باشم، تورم مجبورت کردم که صدا در نیاد و گل میخ به دیوار آویزون باشی. اما اگه یه روزی بفهمم یه ناجوان مردی تو زینبم نظر بد بکنی، وقتی که بازم میام سراغ تو با آتیشتون رو برشتر میکنم. پنگت به گوش همه اون خیرگی ها میرسونی که یه ناجوان مردی بریان عسکر شد. جلدی بر میگردم چرا بر نگشت؟ یعنی چی شده؟ کجا رفته؟ ببینم قادر یه باره که کجا بزش رفت. چی شد که یه باره بعد از رفتن زینب یاد آش رسول افتاد؟ نکنه که اسکر، اسکر، اسکر ده چرا اینجا بایستدی؟ چیزی شده؟ پس چرا تنهایی؟ قادر رفتش؟ رفت پیش آج رسول، باش کار داشت. یه
یه دخیل بستم و یه دخیل از درخت مراد گرفتم به نیت شفای مردم که ایشالله زودتر روشن بشه و روشنی رو ببینه. این دفعه اول آخرت باشه که واسه من ناز رو نیاز میکنی. یه تیکه لطه رو بردی ببندی به گردنم که تو بشه که شفا پیدا کنم. پیم پیم کاره جم دارم واسه عسکر اصا درست میکنم. یالا پیم حسنه هم ندارم حسنه بی حسنه باید بریم با بچه های محل سنگین جنگ بریم. امروز حالا جنگ منگو ندارم، فردا بیان پیم بریم خلوتش کنیم. به جنرال فرمانده که نمیشه رفت جنگ. پاشو دیگه اگه جنگو بردیم یه مدال واسه میاری. این همه مدال تو سینما به چه دردم خورده که حالا باز میخوان یکی دیگه بهم بدین. برین تا اون رو بالا نایی بده ده برین دیگه پدر تا اون که تو دهید یه قبل پدر تو من چند دیدمت، یه کاری باید داشتم. امر بفرمایید قربان. میخواستین چکار کنم؟ میخواین زیر بغل مبارک رو بگیرم بهتون کمک کنم؟ آره تو غلط میکنی که میخوای با من کمک کنی. من هنوز به اون روزی نرسیدم که کسی بخواد بهم کمک کنه. جنرال بله قربان در خدمتم. چی شده که این موقع روز بیکاری و جایمان نرفتی؟ بچه ها اومدن پیم که بریم جنگ محله سنگی ها. اما بنده نرفتم قربان. قربان راستی چه کاری میخواستی این واسه تون بکنم قربان؟ من تا کپر بابا نشستم این اثار رو میگیری میری بازار. دیگه یه لاستیک برای تهش میسونی. جلدی برگر که بازم باید کار دارم. قربان خدمتون هست. قربان از اینها خدمتون هست. بیا بگیرم کوچیک هم خدمتون هست. بگیر دست شده هم بکن. برو 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 سلام اسکر. سلام به روی ماه قدمت سر چشم. خوش آمدی. بگرم بشین
بر منم قسم که وقتی جنرال خبر واسم آورد نمیدونی چه حالی شده. اول باورم نیومد، از یکی دو تا پرسجو کردم. نمیدونی اسکر، نمیدونی اسکر که چقدر واسه یه جوانی و درد من عشق بیرسم. از وقتی که این بلا سرم اومده این بار اولم که از خونه اومدم بیرون. آدمت سر چشم، خوش آمدی، دلمو شاد کردی. خب دیگه هر کسی تو دنیا دنبال جفتش میگرده و همدردش. تو هم بیرانه ایمدی. شان وقت اگه بدونی چی بهم گذشته و چی کشیدم. چرا نمیدونم، منم خودم صاحب دردم. میدونم، میدونم که چی میگی. اولش خیلی سخته، آدم باورش نمیشه، اما بعدش یواش یواش عادت میشه، آموخته میشی. بفرمید از کرخان، اینم رخشتون. ببین این کلاسی که محکمی بهش انداختم، را بیفت بریم. کجا اسکر؟ یه لقمه نون خالی پیدا میشه. نه بابا سلامت باشی، ما که نمک پرورده ایم. باز برم قهوه خونه. خب خدا حافظت بابا، خدا حافظ. بریم که ببرمید. خدا به همراه. محمد شوزی، ببرم گوش درچه، میبرم، قدم. میخوام یه مأموریت نون آب دار بدم. بله بله، بنده قربون، مأموریت های سخت جنگی رو خیلی دوست دارم. هرچی هم سخت‌تر باشه بهتر قربان. بله قربان، بله قربان. فقط باز یه قول بهم بدی. چه قولی قربان؟ باز قول بدی چیزایی که بهت میگم و کارهایی که باز بکنی به هیچ کس نمیگی و هیچ کس هم بوی ازش نمیبره، فهمیدی؟ قربون شما که هر چیزی نگفتین که بفهمم یا نفهمم. سیر خدمتون هست. آره بگیر پاکت از چیزی باش در خدمتت. گرچه سیگار بگیرم بگم که به درد میخوری. بعد نفتی شروع بگیرم. من میگم قهوه خونه. برای قولان یا حسرت رو بگی حسرم قبول کن یا با قول حقیت رو. Thank you.
مثل اون دفعه دری. اون دفعه هم که نیومدی از بچه های محل سنگی شکست خوردی. چه خوب. من کار دارم و باز برم. شما ها بری، من بعدا میام پیدا. اگه میخوای نیای اصل مدال بدیم به یکی. با کی واس به جنگم و پوزشو به خاک بمانم؟ با بچه های لباب. با جنجوهای لباب. هم برین توفنگ؟ مدال. بشون با فرمان من برای معلوم کردن دشمن حرکت به پیش. فرهاد دلداغده و دلباخته شیرین در کوه مزل گذید و به یاد معشوق تیشه عشق بر سنگ فرود آورد. عشق از اول سرکش و خونی بود تا گریزد هر که بیرونی بود. عشق دریاویست اندر هر طریق، چاره نبود به دریا جز غریق. عشق گوید که توانی بگذری، کار عشق است این نه کار سرسری. شیرین از معشوق پرسید از من چه توقع داری؟ فرهاد تنها دیدن جمال معشوق را تمنا کرد و بس. التماس دارم، منم کارم که تموم شد میام خونه تا عصر کردم. بیا جمشن یه خورده طول داره، آخه اونو بعد از زوری هست. یکی داره میاد جنرال، یکی داره به این طرف میاد. بابا نگاه کنی اونجاست. بیری سلام سلام. حالت چطوره؟ آزادم جان قربم. بسیار خوبه. آزاد بسیار خوبه قربم. اینجا چی کار میکنی؟ جنگ داریم قربان. دشمن برقالی کرده نایمده. عسکر کجاست؟ راستی عسکر دو قبل خونه منتظره بزنیم. من دشمن از پشت بهتون حمله کرد. از پشت ما حمله کرد؟ دشمن به ما حمله کرد؟ خیانت. پیش به طرف دشمن. شما دارید جلو، من از اطراف بشوشمتون شاه از این راز آگاه می شود و سخت خشمگین و غضبناک از همسرش شیرین. آتش به سر تا پایش شعله ور می شود و از اون جایی که هیچ مردی غیرتش قبول نمی کند که همسر محبوبش را با نامحرمی راز و نیاز باشد، به ناچار به فکر چاره می افتد و با خردمندان در این مورد شعله مشورت می کند. شاپور ندیم با وفای خسرو زبان به اندرز گشاید و گوید دنیا بر جای بوده و هست و هیچ کس از خوب رویان و زیبا صورتان وفا ندیده. محمدی ها صلوات بلند خواهد کنند. از ادب کلم حسین به اونا کجا بودی؟ چرا اینقدر دیر کردی؟ این کشید دیگه، مأموریت مخفی رو باید مخفی هم انجام داد. خیلی خوب، مثلا بیرون تاقل کن. از کرد کجا میری؟ بشین تا حسین رو میچهی بخوریم. کار دارم، باز برم. تو هستی؟
آره، میخوام بدونم آخرش چی میشه. گل اینجور خرش من دست پیش برم جواری از فرد. اوکی. کافری خیشی بومد، کافری خود مغز در بیشی بومد. همه یه حرفات درست. اما هر وقت با خودم دو تا چارت ها میکنم و به عقلم فشار میارم، میبینم نه چیزی هست و نه چیزی بوده که داره اینطور به سر خودشو بقیه میاره. این باشه واسه عسکر تا بیادش خوب خنک شده، آتششو میخوابونه. بفرما گلو تازه کن. دستم درد نکنه. خودمم نمیدونم والا، منم سر در نیاوردم که چرا اینطور میکنه و زندگیو به خودشو بقیه تلخ کرد. اما اینو میدونم که اینقدر میرش به دلم و واسم عزیزه که این کارا که سله. اگه از اینم بدتر بشه و جور و ستمش بیشتر، بازم جورشو میکشم. مرحبا. از تو زینبی غیر از اینم نمیشه انتظار داشت. قربان اون میدانی رو که قولشو بهم داده بودیم الان بهم تقدیم میکنیم یا بیام در خونه ازتون بگیرم؟ برای قربان. ببینم تو مطمئنی؟ قربان مگه میشه که من قادر رو با کسی دیگه عوضی بگیرم؟ میدونم که عوضی نمیگیری. قربان. اما میخوام مطمئن بشم. ببینم. نبود. تا بعدش که قادر رو تنها دیدی ازش نپرسیدی با زینب کجا بودی و حالا کجا داری میری؟ چند دفعه یه حرفی رو میپرسی قربان؟ میفهمم که از چی دلت گرفته. خودم هم دلناگرونم که آخر عاقبت ما با این وضعی که عسکر پیش گرفته به کجا میرسه و چی میشه. نمیدونم، نمیدونم. این بدگمونی داره مثل خوره میخوردش. بعضی وقتا شکفرم میداره که نکنه اون طاقت این همه خوبی رو نداشته باشه. چرا اینقدر میترسم و دلم شور میزن؟ باز کاری کرد که همه چی مثل اولش بشه. نباید صبر کرد. نباید گذاشت همه چی نابود بشه. قادر، حرف عوض کن. آره. خلاصه... خلاصه به حاج رسول گفتم. گفتم قضیه چیه. سلام عسکر، دیر اومدی.
قادر. به به، همیشه سر پا. شربت تو بخور، جگر تو حال میاره. مبارک باشه، همیشه سر پا. بادی که از رو دریا بلند شده و آفتابی که درود خورده کلی رنگ رو تو باز کرده. راستی اسکر، با حاج رسول خیلی سر و کله زدم تا تونستم خرواری 15 تومن بیشتر باش معامله رو جوش بدم. ببینم اسکر، تو چیزت شده؟ با کیته؟ نه، نه، با کیم نیست. چرا هست؟ ببینم قادر، از اینجا کجا میری؟ چطور مگه؟ هیچ، همینجوری پرسیدم. یه نمازی بخونم، یه سرم برم نخلستون، از اونجا برم قهوه خونه، بلکم حاج رسول رو ببینم و بتونم پول مولی ازش بستونم. خب، اگه میری نخلستون که پاشو با هم بریم، دلم هوای نخلستون رو کرده. تو هم همونجا نمازتو بخون. به به، چی شده که دوباره دلت هوای نخلستون رو کرده؟ تا تو پاشی و دست نماز بگیری منم لباسمو عوض کردم، لباسم اعتبار نداره. چرا پوشیدی؟ خیلی وقتی که دلم هوا شروع کرده بود. بر تفنگت کو؟ گله میخه. Thank you.
کی اینجاست؟ جنرالم. چه اومدی اینجا جنرال؟ سر نماز رسیده. اومده بودم مدالمو بگیرم. کجا میخواین بریم؟ خونه. با این لباس های خونی؟ همینجا باشت و من با صدی عبا بیارم. الان بیام. آخه چرا این کارو کردی که مجبور بشم با دستای خودم تو رو بکشم؟ این بود رسمش، این بود برادری که اون همه ازش دم میزدی. من از تو خونم میکشه بیرون که مثل یه دوز بری سر وقت زنم رو باش خلوت کنی. اما خوب به موقع رسیدم. اما چرا اینجوری شد؟ چرا من میبست دستم به خون عزیزم آلوده کنم؟ بابا. سلام رئیس. بفرما هم سفره بشیم. ببینم خدا نکرده باکیت شده؟ نه پاشو بریم یه هوایی بخوریم. قرآنتم بخوریم. یکی ما با هم میکنیم.
تو خودت میدونی که من نمیدونم به خاطر چی و به خاطر چی چیزی به تو اعتماد ندارم. من از دوروریام میترسم و بهشون شک دارم. نه اینکه فکر کنی تو یه زن بدی هستی ها، نه، نه، من به خودم اعتقاد و اعتماد ندارم. زینبم بیا با این کارو به خاطر من بکن، از پیش من برو و یه زندگی خوبی واسه خودت دست و پا کن. منم بالاخره با بدبختی میسازم و یه طوری میشه. میفهمی چی بهت میگم یا نه؟ نه نمیخوام بفهمم. فقط تو رو دوست دارم و میخوام پیش تو باشم. هیچ وقتم نمیخوام بدون تو زنده باشم. اینم بدون هر جا بری بلت نمی کنم و دنبالت میام. آخه چرا نمیخوای بفهمی که من هم کورم و هم عاجزم و همینم که یه قاتلم؟ به شما بخیر. عاقبتت بخیر. چی کار میکنی سید؟ یه خورده گلاب هست گیرم اومده آوردمش واسه شما. میرزم تو وبانه که آب خوردنتون معطر بشه. آدم رو غرق خجالت میکنی. ایشالله یه روزی بتونم تلافی کنم. این حرفا چیه که میزنی و آدم رو خجالت میدی؟ حالا اگه کسی ندونه خیال میکنه که چی کار واسه کردن؟ بیا. ماهی های قشنگیه. قابل شماره نداره. بذار سر تاخچه. گاسم عسکر خوشش بیاد و باهاشون بازی کنه. دستت درد نکنه سید. خجالتم نده زینب، چیزی نیست که گفتم داشته باشی. ایشالله یه روزی بشه که ببینم خوش و خرمی. راستی ببینم زینب، از قادر چه خبر؟ چند روزیه که پیداش نیست؟ نه، ولی یه چند روزیه که ازش خبری ندارم و این برام پیداش نشده. راستی سید، اون روزی که گفتی خرما پلو دلم میخواد یادته؟ آها. امروز میپزم. خروبی بیا که هم خرما پلو بخوری هم یک کاری باد. خب، خداحافظ. خدا به همراه. تو ماهی ریز و قشنگ، تو ماهی ریز و قشنگ. کی با این زبون بسته های اینجوری کردی؟ بیا بیا آبو بگی بخور. ببینم این چه مزه‌ای که میده. چرا تو آب گلاب زدی؟ ای چرا سید، بنده خدا واسه شکر و تبرک تو مبانی خود گلاب زده. هرچی که این سید بیچاره خوبی میکنه انگار دستش سنگینه و نمک نداره. سید بیخواد میکنه که میخواد خوبی کنه. سلام. سلام. بیا تو آشپزخونه سید، غذا حاضره.
سیده. سلام عسکر. چرا تو مطبخ؟ سید تو کی اومدی که من نفهمیدم؟ اینقدر وقتی نیست، تازه اومدم. دید من تو مطبخم، اومد پیشم. چی داری میخوری؟ واسه شیخ خود خورما پلو کشیدم، دیدم بوشو شنیده. بوشو شنیده؟ بخوره. سلام، صبح بخیر عسکر. تو ای سید؟ این وقت صبح اینجا چی کار میکنی؟ من والا خوابم نبرد، اومدم هوا بخورم. خیر باشه انشالله. گوارای وجودت. بیا سید، یه نگاه دور و برت بنداز ببین کسی این دور و برا نیست. نه کسی نیست. این وقت صبح میخواستی کی اینجا باشه؟ یه چی همینجوری پرسیدم. پس کسی نیست؟ نه بیداری؟ بله اینجا هستم. چطور این وقت صبح؟ بیخوابی زده بود بسرم، اومدم بیرون. وابیلا از بیخوابی. من بدبخت که اصلا خواب به چشمام نمیاد. چایی ناظره، میخوای یه پیاله واسط بیار؟ نه گلوم گرفته، چیزی از گلوم پایین نمیره. چه خیرت شده؟ با کی ته؟ نه باقی نیست، دلم گرفته، دارم میترکم. عسکر عشق من بود.
با عشق چه کار کردی؟ نمیتونم بگم. از اون سرهاییه که تا آخر اون تو سینم نگرش میدارم و با خودم به گور میبرم. بهت قول میدم که منم راز تو رو نگرش دارم و به هیچ کس چیزی نگم. واسه چی میخوای بدونی؟ میخوای یه عمر مثل من پریشون بشی؟ پریشون شدم؟ پریشون چیه اصلا؟ دیوونه شدم. واسه هم بگو شاید راه ما پیدا کنم. اگه کور عاجز نشده بودم که اون کارو نمیکردم. اما خوشحال مزینه که یه دم منو تنها نمیذاره. کی تنهات نمیذاره؟ خرمن من. خرمنم که میخواستمش و هنوزم دیوونشم. تو چی میگی؟ من نمیتونستم. اگه یه روز دیگه با اون وضع میگذشت، از شک و بدگمونی زنجیری میشدم و زنم از دستم فرار میکرد و میرفت از پیشم. خب زن تو چجوری میگرش داشتی؟ حالا کوفش؟ همینجا تو همین امام زده با همین دستای خودم کشتمشو همینجا که حالا امام زده شده خاکش کردم. از اون به بعد دیگه خیالم راحت شد که زنم همیشه پیشمه و از پیشم نمیره. منم از پیش خرمنم نمیرم و تا وقتی که بخوام بمیرم همینجا میمونم. وقتی هم مردم بازم ولش نمی کنم. میرم تو مزارش و پیش خرمنم میمونم. همیشه ازش مواظبت میکنم. عزیزم هیچ وقت از پیش تو نمیرم. خرمنم عزیز دلم، خرمنم. این دادگاه به خاطر محاکمه فردی که متهم به دو فقره قتل است تشکیل می شود. حرفامو می فهمی؟ می فهمی یا نه؟ اگه می فهمی جوابمو بده. اگرم نمی فهمی پس کی هستی؟ کی هستی؟ اینجا دادگاه است، مدرسه که نیست. تو دادگاه نباید کسی شروع کنه. نمیدی؟ ثابت کنی
آدمایی رو که از بچگی باهات بودن و هم رزم و هم سنگرت بودن بی دلیل کشتی. اونا رو کشتی که ثابت کنی میشه آدم عزیزاشم بکشه. خب چی آیده چی؟ نداری. اگرم بخوای از اینجا رد بشی باید رو نخم رد بشی. میفهمی یا نه؟ جواب بده. این نادگاه به اتفاق آرا متهم را محکوم به مرگ میکنه. بگی یا نه؟ از ترس زبونت بند اومده؟ میدونم الان یه گوشه واسادی و تو چشای من زل زدی. از ترس جوابمو نمیدی. میدونی دلم میخواد که نفست در بیاد. میدونی اون وقت شکارت میکنم دریونت میکنم. جوابمو بده. جوابمو بده. یک کلم. فقط یک کلم بگو راحتم کن. به حرف بزن. حرف بزن. به حرف بزن بگو تا بفهمم زجر عالمو بی خودی نکشیدم. بگو. بگو تا بدونم هستی. بگو. تو رو قسم به همون خونای ناحقی که ریختم حرف بزن و راحتم کن. بگو. صدات در بیاد. صدات در بیاد. حرف بزن. صدات در بیارم. مثل که سوراخ سوراخت میکنم. به حرف بزن.